یه موشکافی دیگه و یه سلام دیگه تقدیم به همه شما سربران عزیزم. تا همین جای کار زهر داره کار خودشو میکنه و همون یه قطره مثل اسید شروع کرده به سوزوندن جیگر سیدنی. مثلا چند روز پیش یه روزنامه کوس نشون به نام بهار یه مقاله چاپ کرد که باعث شد جیغ خامنه بره هوا. روزنامه بهار روز چهارشنبه که روز قبل از عید قدیر بود یک یادداشتی رو منتشر کرده بود که انتقادات زیادی نسبت بهش مطرح شد و پنجشنبه و جمعه مدیر مسئول این روزنامه اعلام کرد که یک اشتباهی صورت گرفته بوده و در روزنامه امروز این یادداشت رو اصلاح میکنن و نکاتی رو درباره اون متذکر میشن. یادداشت با این عنوان بود که امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی. در یادداشت اصلاحی که روزنامه بهار امروز داشتن که از روزنامه های طیف موسوم به اصلاح طلب شناخته میشه نوشته امام پیشوای سیاسی و الگوی ایمانی و اینطور توضیح داده که این یادداشت اولا دیدگاه روزنامه و مغازه روزنامه نبوده و در آخرین ساعات انتشار به دستشون رسیده و در یک عجله و شتاب و بدون دقت کافی منتشر شده و البته عذرخواهی هم کردن. آقا رو فکر کرده با عوض کردن جای یا با و میتونه قضیه رو ماسمالی کنه. نه بابا، تا همین جای کار دستن در کارای این روزنامه یه دو هفتهی باید برن یه قل دو قل بازی کنن. حالا اصل مطلب چی بوده؟ اصل مطلب چاپ یه روایت بوده با سیرداغ پیازداغ خاص خودش نقل کرده بود. یک روایتی من از زمان امام شنیدم، اون موقع نپرسیدم سندش کجاست، بعدم خودم رفتم سندش رو پیدا کردم که خود علی ابن ابی طالب می‌فرماید یه روز پیغمبر گفته این بعد از قدیره، تو ولی این امت هستی، این ولایت مال توست، چیزیست که خدا داده بود. بعد می‌فرماید اگر دیدی این مردم راضی بودن و آمدن تو رو قبول کردن و به شما این سمت رو دادند با اجماع، اگر آمدن شما بپذیر و متولی امر شو و کاراشون اصلاح کن و ادامه بده. قسمت بعدیش میبین اختلف و علیک، اگر دیدی اختلاف کردن و نیومدن اون مقداری که باید بیان با تو، فدعهم و مافیه، بگذارن کاری که میخوان بکنن بکنن، خودشون میبین. بله، حالا این روزنامه به فرموده اکبرشاه دوباره این روایتو گفته و بلا گفته. سیدعلی و نوچه‌هاش شروع کردن به قشقرقه هی وای هی هوار، زیرا به ولایتو میزنی به امام فوش میدی. عزمای بدبخت و سی کن که عمامه و تختش با یادداشت یه روزنامه اینجوری به لغلغ میفته. خامنه ای خامنه ای پایین و بالات کو، افتادی توی مخمصه اون ناز و عداد کو، توفان قیام در پیش عمام عباد کو، اون لیلی به لالات لیلی به لالات کو، اون لیلی به لالات کو، اون لیلی به لالات کو. هر جای این نظام ولایت رو که نگاه کنی یه فاضلابی جاریه. حالا یه سری بزنیم به استبل بهوش یعنی همون مجلس و ببینیم گرگای عمامدار و بی عمامه چه دستی از هم دیگه رو میکنن. یه جونوری به نام صالحی اومده وزیر ورزش و جوانان بشه، بعد یه جونور دیگه به نام نادران میره پشت تریبون طوری پته یار رو میریزه رو میز که هم آبش میشه هم نونش. و اما در مورد مسئله خوزستان، در زمان مدیریت ایشان در خوزستان دو اتفاق ناگوار افتاده است. یک، به دلیل انفجار در لوله های گاز مدیر وقت وزارتخانه از ایشان میخواهد که متهمین را پیدا کنند. این امر ممکن نمی شود. عده‌ای
از رزمندگان دفاع مقدس که از خادمان ملت بودن ولی با گرایش چپ رو به اتهام انفجار لوله‌ها زندانی میکنن و اونقدر مورد ضرب و شتم قرار میگیرن که یکی از آنها اقدام به خودکشی میکنن. اون فرد گواهی داد که این قاچاق توسط ایشون و دوستانشون صورت گرفته در نفتکش ها و این گزارش به مراجع زیرفت هم گزارش شده است. به 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 خب آره دیگه، به خاطر همین سوابق درخشانشه که شیخ پری میخواست بندازتش به جون جوانای ورزشکار دیگه. اینم از کلیدسازای دولت تدبیر و امید. ای لعنت به اول و وسط و آخرتون. من میخوام عزبا رو دامور بکنم، ریخته شدون دون بکنم، بابر و بچ نظامش و قیمه بادم جون بکنم، به صرف مشت و سیری فیسش و مهمون بکنم. Oh.